در تلویزیون ایران که بودم یک جمله گفتم و اون این که اگر مادری بچهش رو به هر دلیلی بزنه یا دعوا کنه، یعنی بچه زده یه چیزی رو شکنده و مادر ناراحت میشه، مادر خواب بچه جیغ زده، مادر از خواب پریده ناراحت، یا به هر دلیلی که بچه کاری کرده که مادره به همون دلیل عصبانی شده، اسم این تنبیه نیست، اسم این انتقامه. تنبیه یعنی این که مادر به هیچ و به هیچ دلیلی به بچهش تذکر بده، نه برای دنیای مادی و نه برای دنیای معنوی، فقط بچهش رو از خواب بیدار میکنه. تنبیه یعنی بیداری. بازگشت اپوزیسیون روی سارت به گریبان خیش، چالش سکوت ما شکسته شده و اسرار بسیار زیادی رو خواهیم گفت. روی سارتی ها از امروز دیگه به هیچ اپوزیسیونی و گروه سیاسی حمله نخواهند کرد و ای به کسان من گرو احسان خیش را میفهمند و دیده فرو میبرند به گریبان خیش، زیرا که هدف اپوزیسیون ریستارت تنبیه و انتباه اپوزیسیون ها و بیداری مردم بوده و نه انتقام. هدف ما کاملا مشخص بود و کاری که این ریستارتی ها در این دو سال گذشته کردند مهمترین اتفاق تاریخ سیاست ایران است. به اپوزیسیون ها فهموندن که مخرج مشترک یعنی چه، به اپوزیسیون ها فهموندن که صورتشون چقدره و خودشون رو با صورتی بسیار بزرگ و مخرجی بسیار کوچک دیگر نبینن که اگر فراخوان بدن صدها هزار نفر می آیند. به آنها فهموندن که باید انتقاد پذیر باشیم، باید یاد بگیرید که مردم فوش میدن و مسئول گوش میکنه. در یک جمله، اون شبکه خبری معروف در خارج از کشور، اون تحلیلگر معروفش در اون شبکه جمله زیبایی رو گفت: اپوزیسیون ریستارت از جناح چپ سیاست ایران تا جناح راست از شمال و به جنوب حمله میکنه و خیلی راحت حرفاشو میزنه. براسی زمستان پنجم چه زمانیست؟ کی رژیم عوض میشود؟ اولین فردی که گفت سردار خر خودمونی چند هزار سال پیش بود و گفت. حالت سوم نور چیست؟ آیا حسینی 50 ساله است یا 5000 ساله؟ آیا در کره زمین آدم‌هایی وجود دارند که بیش از چند هزار سال زندن؟ آیا بعد از مرگ می توانیم بفهمیم به کجا می روی آخر ننمایی وطنم؟ خوش آمدید به 150,000مین سال عبادت مسلمان ها. 150 ساعت برنامه ریستارت و 150مین برنامه ریستارت و مسلمان ها یک حدیث بامزه و زیبا دارن که میگه یک ساعت تفکر برابر است با 1000 سال عبادت، یعنی دلا شدن و راست شدن و تعظیم کردن. هر کسی در ایران یک ساعت ریستارت رو گوش کرده باشه آلردی تو بهشته. چرا؟ چون برابر 1000 سال حج و نماز و روزه و خمس و زکات، زیرا که ریستارت اندیشه و خرد و تفکر تلنگری است بر پیشانی جهال و دانایان. خوش آمدید. در دل من یا
رنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر سوی تو. خوش آمدید به 150مین برنامه ریستارت. اسرار بسیار زیادی که بعد از شکست شدن چالش سکوت تقدیم شما خواهد شد. خوشبختانه دهان ما برای گفتن خیلی از مطالب دیگه رسما باز شده، یعنی من خیلی راحت تر میتونم در این چند برنامه ریستارت آینده اسرار بسیار زیادتری رو برای شما فاش کنم. این خودش نکته بسیار مهمیه. برای شناخت انسان کامل در طول تاریخ بشر ما متاسفانه باید کوانتوم رو برای شما توضیح بدیم و من تلاش خواهم کرد در 3-4 قسمت آینده، یعنی خصوصا این قسمت و قسمت بعدی، عامیانه بسیار ساده و روان توضیحاتی بدم تا شما حداقل متوجه شید که یعنی در اصل یک ذره از انسان کامل رو توضیح بدم، نه اینکه بفهمم یا بفهمید. یه نفر در ایتالیاست، میدانه آمریکا کجاست و چه شکلیه، ولی هیچ وقت آمریکا نیومده که بفهمه. این آمریکا رو نمیفهمه، این فقط از آمریکا میداند. پس من تلاش خواهم کرد، شاید بشه گفت در فضای عامیانه بعد از 700 سال، توضیحاتی رو بدم که شما حداقل این موضوع رو بدانید. حالا چرا باید این موضوع رو بدونیم؟ برای اینکه تمام سوالهایی رو که بعد از مرگ آغاز میشه در این 3 برنامه است، ربط داره به حالت سوم نور. حالت سوم نوری رو که من توضیح دادم که دانشمندان ممکنه چیزی حدود 2000 نفر 2500 نفر در دنیا بدانند و کمتر از 30-40 نفر شاید بفهمند، که تازه بیشترشون صوفیانند که این مطلب رو میفهمن. حالت سوم نور کمپلت تفسیر میکنه نوع بشر رو، و اگر حالت سوم نور رو نفهمیم، نمیفهمیم که ماتریکس چیه و نمیفهمیم که دنیای بعد از مرگ چیه و فرق اصول دین و فروع دینی رو که ادیان راجبش حرف میزنن عمرن نمیفهمیم. اصول دین در خود مسلمانای شیعه و سنی توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد. تو شیعه، تو سنی هست توحید، نبوت، معاد. این ستا تحقیقیه، تعلیمی نیست، کلاس نمیتونی ورداری، هیچ فردی در کره زمین نمیتونه تو رو نجات بده. تحقیقیه، یعنی شما توحید رو باید ببینی، نبوت رو باید ببینی، معادم باید ببینی. حالا گزینه توحید رو که توضیح دادیم براتون، گفتیم خدا دیدنیه، اگر دیدی گوش کن، اگر ندیدی خیال و قیاس و گمان و وهمه، حرف مفته، هیچ گادی وجود نداره. تو توحید، بسم الله الرحمن الرحیم. آیا در نماز اینجوری؟ نه، نماز رو به هر کی یاد بدی میخونه، اصلا احتیاج نداره به آدم یاد بدی، بره تو کامپیوتر خودش همینطور زد تا زد میخونه، 24 ساعت هم میخونه، هیچ تغییری در کامپیوتر تولید میشه؟ نمیشه. حج، همین کامپیوتر رو فرست حج، خر عیسی رفت حج، حاجیه. پس فروع دین، دعوای تصوف و عرفان، دعوای رسمی ریستارت در این 108,000 سال قبل از و بعد از یه تاریخیه که در ریستارت های جدید تاریخ پایان جهان رو به عدد و سند عرفا توضیح خواهیم داد.
کاملا معلومه دعوای تصوف و عرفان با تمام ادیان در همین مطلب نهفته است. که چی؟ که ادیان توحید رو میخوان توضیح بدن، هیچ توضیحی نمیشه داد بهش. نبوت دیدنیه. 47 نفر دوران عیسی رو دیدن. شما میگی 100 نفر، ما هم میگیم 100 نفر. شما میگی 220 نفر، 220 نفر. بقیه چی میشن؟ این سوال مهمه. این رازیه که تو این سه قسمت میخوام تلاش کنم به شما بفهمونم که بقیه چی میشن. الان 8 میلیارد، 7.5 میلیارد، 7 میلیارد جمعیت کره زمینه، یه عده انسان کامل رو میابن و میدانن و یا میفهمند. بقیه چی میشن؟ بقیه بعد از مرگ مربوط میشن. یعنی راجع به قسمت سوم اصول دین، معاد. و هر کسی این ستا رو قبول نداشته باشه، به گفته خود روحانیت سنی و شیعه، من به ادیان دیگه فعلا کار ندارم چون اصلا وقتش هم نداریم، همه بیشتر مسلمان هم تو ایران، باید اینا توضیح بشون بدیم. هر کی به این ستا اعتقاد نداشته باشه رو حواس. یکیش معاد. معاد یعنی بر میگردی یه جایی، از یه جایی اومدی. معاد بیت جناب آقای مولوی است. از کجا آمدی؟ آمدنت بهر چه بود؟ به کجا میروی؟ آخر ننمایی وطنم. معاد دیدنیه، یعنی بهشت و جهنم دیدنیه و تا نبینی نمیتونی شما باور کنی. بهش میگن عالم غیب. این آقایون آخوندا پس 108 هزار سال مردم کره زمین به دو قسمت تقسیم شدن، یا گاون یا نمیفهمن. آقا حسینی باید بگی یا گاون یا میفهمن، یا نمیفهمن یا میفهمن. نه اتفاقا اشتباس. قشنگترین جمله‌ای که میشه با طلا حرفای منو نوشینه، مردم کره زمین به دو قسمت تقسیم میشن، یا گاون یا نمیفهمن. این جمله رو برتولد برشت هم گفته آنان که حقیقت رو نمیفهمن نمیفهمن، با آنان که حقیقت رو میفهمن باحال عمل نمیکنن، تبهکارن. ما هم همینی میگیم. آیا برتولد برشت حالت سومی آورده؟ نه، چون اینقدر تعدادشون محدود و کمه که صرف نظر کرده. گفتم صرف نظر دو سه تا موضوع رو باید بگم تا وارد بحث بشم. یکیش همین صرف نظره. از نظر او ریستارت عرفان و تصوف، دانشمندان همون پدر سوخته هایی هستن مثل آخونده. به آخونده میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، میگه خب، میگیم الف لام میم اول قرآنته، میگه بله، میگیم چی میشه؟ میگه اسرار خداست. صرف نظر کن آقا حسینی، برو آیه بعدی. میگیم اینا نفهمی چی جری میره آیه بعدی. مثل میمونم به شما میگم که برو خونه مامانم و شریح به تو چرا ترشتو و تو بری. همه مردم جوان جمع میشه، میگم احمق کجا میری؟ میگه آقا حسینی گفته برو خونه مادرم و بعد ترش برو فرشو. میگه خب برو خونه مامانت که چی؟ همه بهت میخندن، به ریشت، به قیافت، به آتیستید، به مسلمونی، به همه چیزت میخندن. میگن تو فهمیدی میگه داری میری؟ همین حرفی که آخونده میزنن دانشمنده هم میزنن. میگیم صفر، میگه میگیم رادیکال دو، میگیم عدد پی انتها نداره. شما چجوری دایره میکشی روش مکانیک آماری توضیح میدی میری برای من شاتل میسازی؟ میگه ما صرف نظر کردیم ازش. میگم خب اگه صرف نظر نمی کردی شاتلی تولید میشد؟ گفت نه. میگم پس الان این چیزی که داره میره بالا وجود داره؟ میگه میبینیمش. میگم میبینی ولی وجود داره؟ میگه نه. میگم درخت ها روش میکنن؟ میگه طبق این قانون نه. میگم آدم ها میخوابن؟ میگه نه. خشت اول چون نهد، آخون کش تا سریا میرود، ادیان کج. خشت اول چون نهد، دانشمند کج تا سریا میرود، سواد یعنی سیاهی کج. کلن رو هوای هموطن
میدونی یعنی چی؟ نمیدونی. کلن تو میتونی 20,000 سال زنده باشی، سر 100 سال میمیری، نمیفهمی چی کارت کردن. اینه راضیه که تو نمیفهمی. هنگامی که گوشی موبایل رو درست میکنن بهش فرمان دادن که 3 سال دیگه خراب شو. ماشین رو ساختن توضیح دادن که خراب شه. برای همین الکترونیک ها وسایلی که میسازن تاریخ مصرف بهش میدن. وقتی صفر رو حذف میکنی در تفکرت نمیفهمیش، وقتی که عدد پی انتها نداره یعنی به تو تاریخ مصرف دادن. یعنی هیچ انسانی 200 سال نباید زندگی کنه، باید 7,000 سال زندگی کنه، ولی چون در تو ویروسی تولید شده که تو فکر میکنی باید بمیری 80 سالگی و میمیری. این راز. یعنی الان در کره زمین آدم های وجود دارن که نمی میرند. حالا بمیری کجا میخوای بری؟ اول قبل سوال اولش اینه، از کجا اومدی؟ پس روزی رو که دانشمندا در ریاضیات قوانین رو پیاده کردن و شکل دایره رو کشیدن بدون این که بفهمن یا دانسته یا ندانسته، عمر مردم کره زمین رو کوتاه کردن. کی میفهمی؟ لحظه مرگ که چشات رو باز میکنی میفهمی که حرف ریسار درسته. اونایی که میخوابن بیدارن، اونایی که بیدارن تو خوابن. ما تحقیقاتمون اپوزیسیونمون هم اینجوریه دیگه. الان سازمان امنیتی جهان بیدار میشن میفتن دنبال این که ببینن که قطب دراویش گنابادی جناب آقای مجذوب علی شاه رو کشتن یا مرده رحلت کرد. تحقیقات ما چجوریه؟ ما وقتی بیداریم تحقیق میکنیم، وقتی میخوابیم تحقیق میکنیم. دو تا تحقیق ما داریم. بیدار کشتن دیگه. سوال بسیار مهمیه. سید خلیل عالی نژاد یارسانها کشتن. وحدت وجودی ها همه نوع نگاه ریستارتی دارن. ما داریم تحقیق میکنیم الان در بیداری. تو خواب اونایی که باید تحقیق کنن میکنن. اتفاقات جدیدی خواهد افتاد. پس نکته اول اینه که توضیح دادم. نکته دوم که مربوط به نکته اول اینه، فرق مخاطب و مخاطب. اینو میخوام توضیح بدم که ابتدا زمستان پنجمین بگذشت توضیح بدم و بعد وارد مبحث نور بشیم و کوانتوم، ببینیم که چه خبره اصلا کره زمین و هر کی به شما گفته بهش وجود داره دروغ گفته و هر کی گفته جهنم وجود داره دروغ گفته و هر کی گفته وجود نداره دروغ گفته و راز در کجاست. مخاطب و مخاطب. مخاطب یعنی این که شما 100 نفر وایسادید، من میگم سعید، میگه بله، میگم برو درو باکن، سعید میره درو باکن. حالا 100 نفر وایسادید میگم حشوش برو درو باکن، حشوش ندارن اصلا اون تو. حالا فکر کن این 100 نفر برن درو باکنن، یکی اون در داد میگه شما حشوش، این میگه نه، میگه خب مشکل روحی داریم برای چی میرید دکتر؟ به حسینی، حسینی بله این کپسول آمپیسیلین رو بخور روزی 8 ساعت، هر 8 ساعت یه بار. همسایه ما کپسول آمپیسیلین میخوره، میگه شما چرا میخوری؟ دکتر گفته، میگه دکتر مخاطب داشته، به حسینی گفته شما چرا میخوری؟ شما که سالمی که. بعد میبرن از بیمارستان 3 سال میخوابه. به کی گفته؟ اینش میگه مخاطب. مخاطب خود قرآن مسلمان ها اولش میگه این کتابش برای متقین،
فقط من متقی باشی، بعد متقی رو توضیح میده، مثل ولی فقیه. به کسی متقی میگن که میبینه. خود ایلیا ابن عمران ما یا علی ابن ابی طالب شما میگه قبل هر چی، وسط هر چی، بعد هر چی من گادو میبینم. نه ایشون منظورش اینه که اون گادو، نه منظورشون این نبوده. اونجایی که تو قرآنشون نوشته چهار تا زن بگیری اگه عادل نباشی ترتیبتو میدیم رو خوب فهمیدن، همه چهار تا زن رو سریال میسازن. اینجا که علی ابن ابی طالب میگه قبل هر چیزی که خدا رو ندیدی، توش ندیدی، بعدش ندیدی، یعنی رو هوایی، گاد دیدنیه. این رو میگن تفسیر میکنم. نه منظورشون فکر نمیکنم این باشه. مخاطب به یک مطلب توی، منم یا دیگران. مخاطب کیه؟ مخاطب کیه؟ این خیلی نکته مهمیه. انجیل یوحنا مخاطبش افرادی بودن که دوران یوحنا گوش میگن. الان به شما اصلا کسی کار نداره، خدا هیچ کی باید کار نداره حاجی، به خدا رو هوایی حاج خانه. بعد مرگ تو این سه قسمت توضیح میدم متوجه میشیم. بریم سراغ شاه نعمت الله ولی. قبل از شاه نعمت الله ولی خیلی ها گفتن سردار خر خودمونی، مثل موسی رسما گفت که آقای فرعون، سازمان امنیت، وزارت اطلاعات، فرعون بزرگ، فرعون کبیر، فرعون بزرگتر کبیر، خیلی بزرگ، خر خودمونی. رسانه ها ناراحت شدن، موسی به ما میگه خر خودمونی، وزارت اطلاعات ناراحت شد، منظورش ماییم خر خودمونی. نتیجه تاریخ نشون داد که خر خودشه. فرعون رفت رو هوا، سازمان امنیت رفت رو هوا، ساختار رفت رو هوا. قبلن هم بوده، قبلتر هم بوده. شاه نعمت الله ولی یکی از بزرگترین عرفای تاریخ ایران، یه پیشگویی داده بیرون. تکلیف این پیشگویی کاملا معلومه. فقط پیشگویی شاه نعمت الله ولی مخاطبش روی ساتیان به اهل تصوف و عرفان داره حرف میزنه، اصلا مخاطبش مردم جهان نیست، اصلا براش مهم نیست مردم جهان. بیه صوفی بگی منظومه شمسی کجاست پیدا نمیکنه تو نقشش، انقدر کارهای مهمتر در جهان هستی داره، اصلا به این فکر نمیکنه. چرا؟ چون فرمول ریاضیات و فیزیک در این کره زمین نهادینه شده و همین خاطر بر اساس این قوانین عمل میکنه کره زمین. یعنی وقتی شما میمیری میبرت همون جایی که باید باشی، بدونی که فکر کن دیگه دست تو نیست. پس اسرار پیشگویی های شاه نعمت الله ولی رو کی میتونه تفسیر کنه؟ دو، اصلا با کی داره حرف میزنه؟ سه، پیامش چیه؟ اون وقت میتونیم بفهمیم که چی میگه. چند تا بیتشو من میخونم تا بنم سر قسمت چون زمستان پنجمین بگذشت ششمین خوش بهار میبینم، ببینیم چیه، موضوعش چیه. پس شاه نعمت الله ولی مخاطبش، تکلیفش معلومه، به اهل تصوف و عرفانه. چی داره میگه؟ میگه همه جهان خر خودمون. شاه نعمت الله ولی میگه هر رئیس جمهوری در جهان تولید شده من تولید کردم، هر کاری رئیس جمهور رو بکنن من گفتم میکنم. صدام حسین رو من صدام حسین کردم، حال متکلم از کلامش پیداست، از کوزه برون تراود هر آنچه در اوست. شیخ بهایی هم همین میگه، مردم کره زمین هر حکومتی دارن لیاقتشون همون حکومت،
اینو ما گذاشتیم تربیت، انتباه، بیداریه. هیچ قصی انسان کامل برای انتقام نداره، بیداریه، تنبیه. یعنی چی؟ در پیشگویه شاه نعمت الله ولی توضیح داده یک تاریخی، یک اتفاقاتی میفته که در این اتفاقاتی که میفته هر آن چیزی رو که من الان میگم انجام میشه. یعنی تمام سیاستمداران انگلستان خره ریستارت نباید نارد شد. هر سیاستمداری به دنیا میشه تو نطفش نوشتن که راجب ریستارتی. آقا حسین ریستارت تازه 3 سال شروع شد. Of course. Come on man. گوش کن. شاه نعمت الله ولی راجب این دوره داره حرف میزنه. چی داره مگه میگه؟ میخونیم. قدرت کردگار میبینم. یعنی قدرت کردگار میبینم، یعنی هر کی با تصوف و عرفان درگیر شه، هر کی با ریستارت درگیر شه، اگه یه نفر باشه میگیرنش، میکننش تو زندان یه چیزی توش. اگه یه گروه و اپوزیسیون باشه آبروش میبرن، شخصیتش میدن رو هوا. اگر یه کشور باشه تجزیهش میکنن. خیلی خوب، الان چین 5 تا کشور خیلی خوب میشه از توش در آورد. من خودم روی انگلیسی ها روی 6-7 تا کشور خوب فکر کردم. خوب کشورهای میشه از توش در آورد. روسیه واقعا کشورهای خوبی میشه در آورد. باید منتظر باشم. فکر میکنم هنوز بعضی ها خرفهم نشدن، چون شیرفهم توی این مدت 3 سال تلاش کردیم. از الان که ریستارت چالش سکوت شکست شده، هدف من خرفهم کردنه. شاه نعمت الله ولی 700 سال پیش یه تاریخی رو توضیح داده، توشم گفته قدرت کردگار میبینم، حالت روزگار میبینم، حکم امسال صورتی دیگر است، نه چو پیرار پار میبینم. از نجوم این سخن نمیگویم، بلکه از کردگار میبینم. میبینم در خراسان و مصر و شام و عراق فتنه و کارزار میبینم. یعنی دقیقا در این بیت میگه در خراسان، یعنی افغانستان و منطقه، هر اتفاقی افتاده به دستور منه. مصر به دستور منه، شام، سوریه، بشار اسد باباشو من آوردم، خودش هم من آوردم، ما تعیین کردیم که بکشه. عراق هم میبینی که 3 بار تا حالا جشن گرفتن. اون موقع به شما گفتم عراق شادی نخواهند دید. 3 بار جشن گرفتن. هورا صدام مرد. زنش رو هوا، بچهش رو هوا. شاه نعمت الله ولی میگه در خراسان و مصر و شام و عراق فتنه و کارزار میبینم و برگردون به میکنم. میکنم این کارو. چرا؟ برای اینکه اگر انگلیسی ها میخواستن خلاف اینو ثابت کنن، بعد عراق جنگ نمیشد، اینطوری کشته نمیشدن. شاه نعمت الله گفته عراق رو اینجوری میبینم و انگلیسی ها و فرانسوی ها و آلمانی ها و روس ها و چینی ها سیاستمدار تولید کردن، با سازمان امنیتیشون، با تمام دانشمنداشون نشستن فکر کردن چیکار کنن تا این اتفاق نیفته، ولی افتاده. گرد آینه زمیر جهان گرد و زنگ و غبار میبینم. 2 میلیون 3 میلیون نفر سر گرد و غبار دارن میمیرن، همینشه هم اخبارش هست، ایناش مهم نیست. ظلم ظالمان دیار و اینا هم که بی حد و بی شمار میبینم. اینم گفته جنگ و آشوب و فتنه و بیداد. فقط جنگ نیست، بیداد، همون حرفی که توی پس و نیوز ما زدیم. گفتیم چی؟ گفتیم
اپوزیسیون ریستارت احترام قائل برای تمام سیاستمدارای جهان، اما ما برای خرد و اندیشه بلند میشیم، نه برای دینگلو، به خاطر اینکه اصلا زشته که کسی که دنبال فردوسی و مولوی و سعدی بیاد تو میگه به ما قضا بدین، قضاشو میری میگیره، هر وقت تصمیم میگیره میگیره، حق گرفتنی میگیره، دیدید که تو همون چند روز میگیره. ما تنها اپوزیسیونی هستیم که سیاستون با جهان متفاوته. در امپراتوری کوروش آینده حکومت ایران به گفته شاه نعمت الله ولی، ما شلاق داریم، اعدام داریم، دستم قطع میکنیم، ولی مال مسئولینه. برای همین خاطر هر کی دوست داری به تو سیاست، ما گفتیم ائتلاف می‌بندیم، حکم وزیر زیرش باید امضا کنی که آقا من دزدی کردم یا یه سری شرایط داره این کارو انجام دادم، حکومت میتونه دست منو قطع کنه، فقط مردم رو نمیشه دستشون قطع کرد. در امپراتوری همینجوری برعکسه، مردم فوش میدن، مردم دروغ میگن، مردم میدزدن، دزدی در فضای عرفان و تصوف و امپراتوری کوروش آزاده، اصلا عاشق دزده است، هر کسی گشتشه میره غذاشو میخوره فرار کنه از رستوران، فقط با پول نداشته باشه، اگه پول داشته اذیت میشه، ولی پول داشته دزدی حلاله، اون مسئوله رو میگیریم. کاری نمیم، هیچ کس توی امپراتوری کوروش بیرون نمیتونه بخوابه، تو خیابون مساجد ساختمانهای دولتی لابیاشون همه دراشون بازه تا صبح که دروغ بره بخوابه، احترام بهشون میزن، چایی و کافی هم میزنیم بغلش. پس سردار خر خودمونی، خراسان شلوغ میشه، مصر شلوغ میشه، شام و ایران هم شروع میشه، جنگ و آشوب و فتنه و بیداد. یعنی شعر معروف مشخصه، خور و خواب و خشم و شهوت، چی میاره؟ شغب. اینه میاره. شغب یعنی چی؟ یعنی همین آشوب، کانون شورشیان، انقلابات جهان. برو تو خیابون یه چیزی میشه، مردم میرن شهید چیز خر میشن. فکر نکن حرف بد زدم، من خیلی بیشخصیت و کثافتم که حرف بزرگان جهان رو مثل مولوی که دنیا رو پاهاش میفته رو سانسور میکنم. من بعد این جمله شو میگفتم و روم نمیشه، چون نمیفهمم و دو دلیل داره، یکی من نمیفهمم که واقعا تو نمیفهمی، بگیرم من حق ندارم شعر مولوی رو سانسور کنم، شهید چیز خر بگم، باید شهید اونی که میگه خر رو بگم، ولی متاسفانه نمیفهمیم. قارت و قتل و لشکر بسیار در میان و کنار میبینم، داری میبینی حالا تاریخ رو کی داره میگه؟ مذهب و دین ضعیف میابم، مبتدع افتخار میبینم، مکارم خداست. سلام آقا مکارم، گاو کامل، این دوله، اسامی که در روی استارت میاد یادتون باشه، بسیار مهمه، اسم هر کسی نمیاد تو روی استارت، سند اینا، اسم هر کسی در روی استارت نمیاد. سکه نو زنن بر رخ زر، زدن دیگه، ما تصویب شه تمومه دیگه، اتیت رو چاپ کنیم زدی. بقعه خیر سخت گشت خراب، اینجاش مهم نیست، از اینجاش میخوام توضیح بدم، فکر میکنم این قسمت تموم میشه، بعد هفته دیگه آغاز میکنیم دوباره. غم مخورزان که من در این تشویش، خرمی وصل یار میبینم. میگه همه این اتفاقات در اون تاریخ میفته، تاریخی که این اتفاقات در خاورمیانه در کره زمین میفته، حتی راجع به جهان هم صحبت میکنه و توضیح میده که هر یک از حاکمان هفت اقلیم دیگری را دوچار میبینن، و همین هم حسابا همه میونه درگیرن، رئیس جمهور آمریکا اومده، همه درگیرن، همه دارن هم دیگر رو میزنن. خوب نگاه کنیم متوجه میشه همه به هم دوچارن و
راجب الان داره حرف میزنه. دلیل نسب و عزل بوتکچی و عمال هر یکی را دوبار میبینم. یارو دوبار رئیس جمهور میشه، دوبار نماینده مجلس میشه، الان مود در جهان دوبار مجلس میشه. حالا شاه نعمت اللهی ولی راجب کی حرف میزنه؟ راجب انسان کامل ها حرف میزنه. در کره زمین میگه تاریخی وجود داره که در این تاریخ این اتفاقات میفته، فوکوس جهان هستی هم رو ایرانه. چرا رو ایرانه؟ چون انسان کامل ایرانیه، یعنی محور کائنات ایرانه. برای همین شما میبینید تمام کشورها الان سر ایران درگیرن، نمیخوان رژیم عوض شه. هیچ کس جایی هیچ کشور این شکلی نیست که ما الان هستیم، یعنی نمیخوان رژیم عوض شه. غم مخور زان که من در این تشویش، خرمی وصل یار میبینم. چون زمستان پنجمین بگذشت، بحث ما سر این ششمین خوشبهار میبینم. خیلی هم میپرسیدن که این چیه، رازش چیه؟ زمستان یعنی زمانی که همه چی از دست میره. زمستان دیگه باد داره، طوفان داره، زمستان زمستان سختیه. زمستان یعنی مرگ انسان کامل. شاه نعمت الله ولی میگه در اون تاریخی که من دارم توضیح میدم، چون زمستان پنج پ داره، میخواد دقیقا اشاره کنه که فارسیه، پ توشه. چون زمستان پنجمی، میگه پنج تا انگار انسان کاملی وجود دارن، از یه جا هم، از یه خانواده هم. شیشومیش که میره خوشبهار میبینم. یعنی آمدن امپراتوری کوروش با کشته شدن شیشومین انجام میشه. شیشومین خونبها امپراتوری کوروش، آزادی مردمش. شیشومین نجات مردم. شیشومی خودشو فدای مردم میکنه، فدای صوفیان میکنه. همیشه صوفیان در طول تاریخ عاشق اینن که انسان کامل دور خودشون زنده بمونه بیشتر، همیشه همینطوریه. و بعضی جا موفق بودن، بعضی انسان‌های کامل بودن، بعد 7 سال پیش می‌بردن الان مرده مثلا، بعد یا مثلا 200 سال پیش می‌برد 220 سال بعد افتاد 20 سال ادامه باشه زندگیش. پس راز توی این بود. به همین خاطر ما 3 سال 2 سال چالش سکوت. اصل موضوع اینی که چون زمستان پنجمین از این خانواده بگذشت، ششمین نشونم گذشت، تازه خوشبهار آغاز میشه. یه زمستان کوتاه خاص داره و زمستان خاص و سخت و انتخاب مردم که امپراتوری کوروش رو زیر چتر اپوزیسیون ریه سارت با زبان خوش آغاز کنن و شیر فهمشن یا خر فهمشن. هفته دیگه بهتون.